در نمایشگاه میراث باستانی شهر تهران 147 شی مربوط به دوره‌های هزاره ششم قبل از میلاد تا پایان دوره قاجار مربوط به محوطه‌های ری باستان، دروس، قیطریه و سلطنت آباد قدیم به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاهی که می‌بینید به این جهت واجد اهمیته که قدمت تمدن رو در منطقه عمومی تهران از چشم علی تا قیطریه تا مناطق شمالی تهران به 8000 سال پیش داره نشون میده. در اینجا کاسه لب فاریخته داریم که متعلق به 3200 پیش از میلاد، یعنی 5200 سال پیش، نشون میده که تهرانی ها نوشتن رو آغاز کردن. در اینجا ما یه بوته ذوب فلز داریم که این بوته تقریبا بیش از 5500 سال قدمت داره و قدیمی ترین شیعی هستش که در آن فرایند ذوب فلز انجام می شده. شهردار تهران همچنین از ایجاد نمایشگاهی دائمی برای به نمایش گذاشتن آثار باستانی شهر تهران در آینده نزدیک خبر داد. در نظر داریم انشالله با همکاری سازمان میراث فضایی رو به عنوان شناسنامه تهران اختصاص بدیم که خدمت این شهر رو نشون بدیم. ما وقتی از نام تهران رو میشنویم بیشتر تهران دوره قاجار و قرون معاصر ذهن ما میاد. ما تلاش کردیم نشون بدیم که تهران یک کهن شهر است. علاقه‌مندان میتونن به مدت 2 هفته از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر واقع در سالن نمایش‌های موقت موزه ایران باستان از این نمایشگاه بازدید کنند.